سرخط خبرها. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. لغو واردات 150 هزار دوز واکسن کرونا از آمریکا بعد از سخنان رهبر ایران. آیت الله خامنه ای میگوید به واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اعتماد ندارد. احتمال بازگشت آمریکا به برجام با ورود بایدن به کاخ سفید. رهبر ایران میگوید تحریم‌ها لغو نشود سودی برای ایران ندارد. افزایش فشارها برای کنارگیری ترامپ بعد از حمله هوادارانش به کنگره. رئیس جمهوری آمریکا حالا از واگذاری آرام و قانونمند قدرت به بایدن میگوید. و آزادی جنجال برانگیز مردی که متهم به طراحی بمب‌گذاری‌های مرگبار در اندونزی است. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. رهبر ایران امروز خرید واکسن‌های کرونایی ساخت آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای با نام بردن از واکسن فایزر گفت به آمریکا و بریتانیا در این زمینه اطمینان ندارد. کمی بعد از سخنان او، سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران گفت ورود 150 هزار دوز واکسن کرونایی ساخت شرکت فایزر از آمریکا که هلال احمر پیگیران بود، منتفی شده. یسرا ناجی در گزارشی میگوید سخنان امروز رهبر ایران واردات واکسن از راه سازمان بهداشت جهانی را هم دشوار کرده و به تأخیر خواهد انداخت. تزریق اولین دوز واکسن کرونا ساخت فایزر بایو انتک در یکی از بیمارستان‌های جنوب لندن یک ماه پیش. بریتانیا اولین کشوری بود که استفاده وسیع و عمومی را از واکسنی که ساخت دانشمندان آمریکایی و آلمانی است آغاز کرد. و چند هفته بعد استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنکا ساخت بریتانیا را. تا کنون بیش از 1.5 میلیون نفر در بریتانیا اولین دوز این واکسن ها را دریافت کردند. اما امروز رهبر ایران استفاده از این واکسن ها را ممنوع کرد. در میان بزرگترین بحران سلامت در تاریخ چند صد سالی دنیا و ایران. چون میگوید به آن اطمینان ندارد. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن. این همین دیروز در بروکسل، بالاترین مقام اجرایی اتحادیه اروپا، به اروپایی ها مژده داد که این اتحادیه توانسته است قراردادی برای خرید و واردات 300 میلیون دوز اضافی با فایزر ببندد. تقریبا نیمی از تولید امسال این کارخانه را با حق خرید 100 میلیون دوز دیگر برای جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا. و این سخنگوی دولت ایران همین چند روز پیش. اول اینکه خرید واکسن مرز رنگ پرچم یا کدام کشور برای ما ملاک نیست. مهم اینه که واکسن ها اولا در دسترس باشیم. بنابراین غربی و شرقی و روسی و آمریکایی و چینی و اروپایی بودن واکسن الان مرد بحث نیست. اون چی که برای ما مهم بوده واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باید باشه، از این فیلتر عبور کرده باشه و وزارت بهداشت خودمون یا وزارت بهداشت خودمون با بررسی همه جانبه و دقت نظری که نسبت به سلامت ایرانیان داره موثر بودن اون رو تایید کنه. سخنان امروز رهبر ایران حالا برنامه‌های دولت رو به هم زده برای خرید و واردات واکسن. همین امروز سخنگوی هلال احمر گفت ورود 150 هزار دوز واکسن کرونا از فایزر که در جریان بود حالا منتفی است. کسرا نجی، بی بی سی.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک عمومی و محقق در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما هستن. آقای دکتر، چنین صحبت‌هایی از سوی مقامات بعضی دیگر کشورها هم ما شنیدیم که گفته شده، ولی در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای آیا هیچ ریشه‌ای در این صحبت‌ها در علم داره؟ خب از ابتدایی که صحبت‌های آقای خامنه‌ای پخش شد، یه موجی از نگرانی، ناباوری و شک در جامعه پزشکی ایران به وجود اومده. حتی کسانی که تا حالا همراهی با سیاست‌های ایران رو هم داشتن، جمهوری اسلامی رو هم داشتن، در واقع اینها رو هنوز باور ندارن که یک رهبر کشور سلامت مردم رو اینجوری بخواد در واقع تاخت بزنه با مسائل سیاسی. در بحث علمی ما نداریم جایی که رهبر یک کشوری بتونه اینجوری وارد بشه. اینی که شما اشاره فرمودید در جاهای دیگه هم سابقه داشته، به هیچ عنوان در جای دیگه سابقه نداره که علم حد و مرزی داشته باشه. دستاوردهای علمی در همه جای دنیا به اشتراک گذاشته میشه. همین الان در بیمارستان‌های ایران محصولات دیگه شرکت فایزر یا شرکت‌های دیگه انگلیسی آمریکایی داره استفاده میشه و همچنان که دستاوردهای علمی ایران هم ممکنه در کشورهای دیگه استفاده بشه. اینه که وارد کردن مسائل سیاسی در بخش‌های علمی و درمانی در واقع اجحاف به بخش آسیب‌پذیر جامعه است. با این صحبت‌ها واکسن‌های مورد تایید در بازارهای سیاه ناصر خسرو خواهد رفت و در واقع مردم عادی هستند که بی بهره خواهند موند از این مسائل. نکته دیگه این هست که تقسیم بندی اینها، واکسن فایزر یه واکسنی هست که بخش زیادی از سرمایه گذاران اون خاورمیانه هستند و اصلا غربی نیستند و یک فرد ترک هست. و به علاوه ما نکته بسیار مهم و دردآوری که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هست این است که متاسفانه مشاورین ایشون بهشون نگفتن که واکسن‌هایی که در مرحله تست هست واکسن‌های روسی، چینی و کوبایی است. واکسن‌های فایزر، استرازنکا و واکسن‌های دیگه‌ای که الان مورد تایید قرار گرفته در سطح میلیونی داره در کشورهای دیگه تزریق میشه و اصلا مسئله تست و آزمون دیگه گذروندن اینها. منظور من البته از رهبران دیگر کشورها شاید آقای ترامپ بود بیش از همه، که خب با صحبت‌های غیر علمیش خیلی‌ها رو معمولا شوکه می‌کرد، مثلا در تزریق داروی ضد عفونی میگفت به بیماران کرونا. به هر حال آقای دکتر، الان با این صحبتی که آقای خامنه‌ای کرده و خیلی از برنامه‌ها رو در ایران به هم زده، فکر می‌کنید گزینه‌های پیش رو برای ایران چه خواهد بود؟ خب گزینه ها چند تا گزینه است. یکی این که روی آوردن به واکسن های چینی و روسی که هنوز تایید نشدن، حتی واکسن سینوفارم چین هم که مقداری از اون مراحل رو گذرانده توی برنامه خرید ایران نیست و دارن از شرکت دوم سینوواک که مراحل علمیش رو نگذرانده و نتایجش تو ابهام هست ممکنه وارد این قضایا بشن که به احتمال زیاد هست، یا کوبایی که هنوز مرحله سوم آزمایشش رو پشت سر نگذرانده. دو گزینه دیگه که وجود داره، یکی خرید همین واکسن ها از شرکت های دست دوم هست، مثل صحبت هایی که هست که میخوان واکسن آسترازنکا هند رو بخرن، که در واقع این تحمیل هزینه بیشتر هست، فقط اسم کشور عوض میشه و از کشورهای دیگه واسطه وارد میشه. و نکته دیگه هم باز ممکنه که در واقع صبر بکنن تا تولیدات داخل و محصولات ایرانی به بازار بیاد که اون هم زمان زیادی میبره. فراموش نکنیم که در همین روزها انجمن ایمنولوژی ایران، سازمان نظام پزشکی، داروسازان ایران همه این نگرانی ها رو در مورد تاخیر در شروع واکسیناسیون اعلام کردن و همه اینها در واقع بار بیشتر مالی و جانی و سلامت مردم تحمیل میکنه و باعث میشه که بیشتر از بیش ما هموطنانمون رو از دست بدیم. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک عمومی و محقق در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شب متشکرم از شما. چند خبر کوتاه. در اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراین در ایران، افغانستان و 4 کشور دیگر از دولت این کشور خواستند گزارش کاملی درباره این فاجعه ارائه کند. هفته پیش ایران گفت آماده است 150,000 دلار به خانواده هر یک از جانباختگان غرامت دهد. هواپیمای مسافربری اوکراین پارسال بعد از برخاستن از فرودگاه تهران هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. 13 نفر از جانباختگان شهروند افغانستان بودند.
رئیس بانک مرکزی ایران میگوید کل صادرات نفت این کشور در نزدیک به 2 سال گذشته کمتر از 20 میلیارد دلار بوده که نیمی از میانگین درآمد سالانه نفت در سالهای قبل است. عبدالناصر همتی همچنین گفته دسترسی بانک مرکزی به این درآمدها بسیار محدود است. او ابراز امیدواری کرده که با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا ایران به تدریج شاهد آرامش بیشتر در بازارها و کاهش تورم باشد. مقام‌های ولایت هرات تایید کردند که دیشب در درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی قریان این ولایت 4 نیروی امنیتی از جمله سرپرست فرماندهی پلیس این ولسوالی کشته شدند. به گفته این منابع در این درگیری 5 عضو گروه طالبان کشته و 7 عضو دیگر زخمی شدند. گروه طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده. آیت الله علی خامنه ای گفته مطالبه اصلی ایران رفع تحریم هاست، نه بازگشت آمریکا به برجام. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا که 12 روز دیگر کارش را آغاز می‌کند، اعلام کرده به برجام باز خواهد گشت. اما رهبر ایران میگوید بازگشت آمریکا به برجام بدون رفع تحریم ها ممکن است به ضرر ایران تمام شود. او همچنین از افزایش توان نظامی ایران و حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرده. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. یک مسئله دیگری که امروز زیاد تکرار میشه در زبان مسئولین و مردم و سیاسیون و تو فضای مجازی و غیر مجازی و اینها تکرار میشه، مسئله برجامه. وقتی آیت الله خامنه ای در سخنرانی بلند تلویزیونی خود نام برجام را به زبان می آورد، همه گوش ها تیز می شود، چرا که حالا دیگر همه می دانند تصمیم گیرنده نهایی سیاست‌های کلیدی جمهوری اسلامی نه دولت و مجلس بلکه شخص اوست. از مذاکره و توافق بین المللی گرفته تا تغییر مسیر یا پافشاری بر مواضع همیشگی، او بخواهد می شود، نخواهد نمی شود. ما بحث میکنن که آمریکا برگرده به برجام، بر نگرده. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرده. نه، این اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا بر نگرده. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. تحریم ها باید برداشته بشه. در حال حاضر تمایل دولت بعدی آمریکا برای بازگشت به برجام جدی است. اما ایران که در این مدت از اجرای تعهداتش در برجام خودداری کرده، نه تنها همچنان در حال افزایش میزان غنی‌سازی بالاتر از سطح برجام است، بلکه به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی این قابلیت وجود دارد که درصد غنی‌سازی باز هم افزایش یابد. متن قانون مجلس محترم این هستش که اگر نیاز در حوزه‌های بالاتر از 20% هم باشه سازمان بتونه این کار رو انجام بده. ما داریم بررسی می‌کنیم حوزه‌های دیگر رو. اقداماتی که اگرچه میتوانند مانعی برای رفع تحریم ها باشند، اما به گفته آیت الله خامنه ای ایران آماده است که از همه اقداماتی که برخلاف برجام هستند دست بکشد، با همان شرط همیشگی. اگر چنون که اونها به تعهداتشون برگردن، ما هم به تعهداتمون برمیگردیم. یعنی بنده از اول هم همین رو گفتم، از اولی که برجام مطرح شد بنده گفتم که تعهد در مقابل تعهد متناظر، کار اونا در مقابل کار ما. تا ورود جو بایدن به کاخ سفید تنها 12 روز باقی مانده و این انتظار وجود دارد که دولت بعدی آمریکا به اقداماتی جدی برای حفظ برجام دست بزند. اما در این حال هنوز جزئیات اقدامات احتمالی واشنگتن بعد از پایان کار دونالد ترامپ روشن نیست. آیا اول تحریم ها لغو می شوند و بعد ایران اجرای تعهداتش را از سر می گیرد؟ آیا این روند مرحله به مرحله طی خواهد شد؟ آیا برای این همکاری احتمالی مذاکراتی انجام خواهد شد؟ پرسش‌هایی که اگرچه امروز بی‌پاسخند، اما این انتظار وجود دارد که به زودی حل و فصل شوند. کیوان حسینی، بی بی سی. جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای برزگر، چقدر این صحبت‌های آیت الله خامنه ای نشان از این داره که ایران میخواد به هر حال در این مذاکراتی که هنوز دوباره شروع نشده دست بالا رو بگیره و تحریم‌ها واقعا اونطور که آیت الله خامنه ای میگه چطور میتونن لغو بشن؟ ببینید، همونطور که در گزارش اشاره شد و در سوال شما، حقیقت این هستش که آیت الله خامنه ای و رهبران جمهوری اسلامی به این ارزیابی رسیدن بر اساس
گفته ها و اظهارات آقای بایدن و نزدیکان به او که اونها قصد دارند که به درخواست متحد خودشون یعنی اتحادیه اروپا جواب مثبت بدن و به برجام برگردن. اما مسئله این هستش که برگشت به برجام عملا به اون سادگی که تصور میشه ممکن نیست، یعنی تحولات و اتفاقاتی افتاده بعد از خروج یک جانبه آمریکا از برجام که امروز بازگشت به اون قرارداد یا توافق رو عملا به سادگی ممکن نخواهد کرد. چیزی که آقای خامنه‌ای داره میگه به طور خیلی روشن و صریح داره چارچوب‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این زمینه رو مشخص میکنه این هستش که الان بحث جمهوری اسلامی و درخواست جمهوری اسلامی به بحث برگشت به برجام نیست، برای اینکه بحث برگشت به برجام با مسائل دیگری که به اون اشاره خواهم کرد گره خورده. بنابراین جمهوری اسلامی میگه باید شرایط اول برگرده به زمان قبل از خروج آمریکا از برجام، تحریم هایی که وضع شده برداشته بشه، بعد اون وقت راجع به مسائل دیگه صحبت بکنیم. این درست همون جایی است که احتمال خیلی زیاد مخالفت دو طرف باعث ایجاد گره های بیشتر خواهد شد. از طرف دیگه در داخل آمریکا عده زیادی به آقای بایدن توصیه میکنند که صبر کنه، در این ماه‌های پایانی دوران ریاست جمهوری آقای روحانی دوباره وارد این مذاکرات نشه. اینا همه توصیه‌هایی که با آقای بایدن میشه، صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای در داخل ایران میکنه، چقدر کار رو برای آقای روحانی سخت‌تر خواهد کرد؟ ببینید اساساً مسئله بحث دولت آقای روحانی یا حضور کسی مثل آقای ظریف در مذاکرات نیست. مذاکرات با آمریکا در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد که البته به او هم ربطی نداشت و بعد در دوران آقای روحانی به توافق برجام رسید. بنابراین اساسا مسئله این نیست، اما مسائل مهم و اساسی اون چیزهایی است که خود آقای خامنه‌ای در این سخنرانی مطرح کرد، یعنی علاوه بر بحث غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی دو سه مسئله دیگه هم هستن که فوق العاده برای اروپا و آمریکا مهم هستن. یکی حضور منطقی جمهوری اسلامی است که آقای خامنه‌ای به صراحت هرچه تمام‌تر گفت که جمهوری اسلامی خودش رو موظف می‌دونه که از دوستان و هوادارانش در منطقه حمایت کنه و به حضور خودش ادامه بده، و یکی هم بحث فعالیت‌های موشکی است که باز هم در این زمینه آقای خامنه‌ای اصرار کرد که این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. این هاست که در واقع کار رو مشکل می‌کنه و رسیدن به یک توافق یا حتی برداشتن تحریم‌ها به صورت معنادار رو از طرف آقای بایدن هم مشکل خواهد کرد، هرچند با توجه به مسائلی که در داخل آمریکا اتفاق افتاد و به هم خوردن توازن قوا و از جمله اینکه حالا سنا هم در دست دموکرات هاست، او شاید دشواری چندانی برای رفع برخی از تحریم ها نداشته باشه، ولی خب به هر حال قطعا آمریکا هم انتظار داره که پاسخ متناسبی از طرف جمهوری اسلامی دریافت کنه. نگرانی کشورهای مثل عربستان و اسرائیل رو از بازگشت آمریکا به این مذاکرات با ایران رو چطور میشه تحلیل کرد، و اینکه خب چطور میتونن با وجود این نگرانی ها ایران میتونه این امتیازاتی رو که میخواد از آمریکا بگیره؟ دقیقاً، یعنی در واقع بحثی که الان وجود داره این نیست که فقط در این پرونده ایران و آمریکا در مقابل هم هستن، بازیگران متعددی وجود دارن، خاص کشورهایی مثل عربستان سعودی و اسرائیل که مشخص هست، اما حتی ما در هفته‌های اخیر از کشورهایی مثل آلمان که در واقع ملایم‌ترین رویکرد رو در مقابل جمهوری اسلامی داشته به صراحت شنیدیم این رو که، و این نکته ایست که مثلا فرانسه هم قبلا عنوان کرده بود که بازگشت به برجام به شکل پیشینی یا موجود اون عملا ممکن نیست و باید به دغدغه های دیگری هم پاسخ داده بشه، از جمله همین بحث سیاست های منطقه ایران، روابطش با گروه های هوادارش در منطقه و بحث در واقع سیستم موشکی جمهوری اسلامی ایران. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، متشکرم از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیام ویدیویی گفته او به انتقال آرام و قانونمند قدرت به دولت جدید متعهد است. این پیام ویدیویی در حالی منتشر می شود که درخواست ها برای استیضاح و برکناری او در کنگره بالا گرفته. دو روز پیش ده ها نفر از هواداران آقای ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا یورش بردند. سام فرزانه گزارش می دهد. یورش گروهی از هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا بسیاری را در این کشور برآشفت.
تماشای تصاویر کسانی که پلیس را کنار زده از تخریب ساختمان و سرقت اشیاء ابایی ندارند برای بسیاری از سیاستمداران آمریکایی نقطه پایان حمایت از دونالد ترامپ بود. همین امر باعث شد که آقای ترامپ بالاخره شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرد. دولت جدیدی در روز 20 ژانویه کارش را آغاز می‌کند. من از حالا فقط بر انتقال قدرت آرام، منظم و کامل تمرکز می‌کنم. حالا زمان التیام و صلح است. اما دموکرات‌ها در کنگره آمریکا می‌گویند که پذیرفتن شکست کافی نیست و تشویق به حمله به کنگره باید منجر به برکناری شود. راهش هم این است که معاون رئیس جمهور و دیگر اعضای کابینه با استفاده از متمم 25 قانون اساسی رئیس جمهوری را خلع کنند. رئیس جمهوری امریکا با جرقه زدن این عمل فتنه انگیز به ملت و کشور حمله غیرقابل بیانی کرده است. من و رهبر دموکرات‌ها در سنا از معاون رئیس جمهوری می‌خواهیم که با استفاده از متمم 25 قانون اساسی این رئیس جمهوری را خلق کند. اگر دولت این کار را نکند، کنگره آماده است که رئیس جمهوری را استیضاح کند. به گفته رهبران حزب دموکرات، مایک پنس، معاون رئیس جمهوری کنونی، پاسخ تلفن‌های آنها را نداده است و احتمالاً مایل به اقدام علیه رئیسش نیست. جمهوری خواهان کنگره اما با احتیاط به این موضوع نزدیک شدند. به عنوان یک جمهوری خواه موافق نیستم الان از متمم 25 استفاده کنیم، اما اگه یک اتفاق دیگه بیفته همه گزینه‌ها روی میزه. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا هم در روز پنجشنبه به این اتفاق‌ها واکنش نشان داد. آنچه که ما دیشب شاهدش بودیم نه اختلاف نظر بود و نه بی‌نظمی و اعتراض، آشوب بود. به اینها نگویید معترضان، یک گروه از اراذل بودند، آشوبگر بودند، تروریست‌های درون کشور بودند. آتشبیار حمله روز چهارشنبه در نظر گروهی از آنها که داخل دولت هستند هم آقای ترامپ بوده است. گروهی از مقام‌های کاخ سفید از نخستین ساعت‌های پنجشنبه از سمت‌های خود استعفا کردند. در طول روز هم وزیر راه از سمت خود کنار گرفت. الن چاو در نامه استعفایش نوشته که اتفاقات روز چهارشنبه او را به این تصمیم رسانده است. عصر پنجشنبه هم خبر آمد که وزیر آموزش و پرورش از سمت خود کناره‌گیری کرده. آقای ترامپ در پیام تصویری خود این اقدام‌ها را تقبیح کرد و گفت که در صحنه سیاسی باقی می‌ماند. اما فعلاً چنان فشار سیاسی بر او افزایش یافته که مشخص نیست چنین وعده‌ای چقدر عملی باشد. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. مادر سام رجبی، فعال محیط زیست زندانی در ایران درگذشت. لیلی هوشمند افشار سالها در بستر بیماری بود، اما مقام‌های قضایی به سام رجبی اجازه ندادند برای دیدار مادرش به مرخصی برود. مقام‌های امنیتی و قضایی ایران آقای رجبی را به همکاری با آمریکا متهم و به 6 سال زندان محکوم کردند. 7 نفر دیگر از فعالان محیط زیست هم در همین پرونده به 4 تا 10 سال زندان محکوم شدند. امارات متحده عربی گفته مرزهایش را از فردا دوباره به روی مسافران قطری باز می‌کند. قطر این هفته در اجلاس سالانه شورای همکاری خلیج فارس با همسایگان عرب خود مصالحه کرد. 3 سال پیش عربستان همراه امارات، بحرین و مصر قطر را به حمایت از سازمان‌های بنیادگرای اسلامی در خاورمیانه و داشتن روابط دوستانه با ایران متهم کرده و روابطشان را با این کشور قطع کرده بودند. دادگاهی در پاکستان 3 مرد را که به کفرگویی متهم بودند به اعدام محکوم کرد. 2 نفر از آنها وبسایتی داشتند که محتوای سکولار در آن منتشر می‌کردند. نفر سوم هم خطبه‌هایی را در یوتیوب منتشر کرده که دادگاه توهین تلقی کرده. حکم اعدام برای کفرگویی در پاکستان تا به حال اجرا نشده، اما این اتهام جنجال برانگیز است و بعضی وقتها منجر به اعتراض‌های خشونت‌بار می‌شود.
پارلمان سوئد برای کنترل شیوع کرونا به دولت این کشور اجازه داد محدودیت‌های لازم را اعمال کند. از پس فردا دولت می‌تواند فروشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و سینماها را تعطیل کرده و تعداد سرنشینان وسایل حمل و نقل عمومی را محدود کند. سوئد یکی از محدود کشورهای اروپا است که تا به حال با تکیه بر مسئولیت پذیری مردم و بهداشت عمومی از اعمال قرنطینه پرهیز کرده بود. در اندونزی یکی از رهبران افراطگرایان اسلامی که متهم به طراحی بمب‌گذاری‌های مرگبار بالی در سال 2002 بود از زندان آزاد شد. ابوبکر بشیر رهبر معنوی جماعت اسلامی است، تشکیلاتی وابسته به سازمان القاعده که اعضایش در آن بمب‌گذاری‌ها و 202 نفر از جمله تعداد زیادی توریست استرالیایی و بریتانیایی را کشتند. شیما خلیل گزارش می‌دهد. یکی از شناخته شده ترین افراطگرایان اندونزی از زندان آزاد شده. ابوبکر بشیر به 15 سال حبس محکوم شده بود، اما با کاهش مدت حبسش آزاد شد و خانواده‌اش منتظر بودند تا او را به خانه ببرند. این فاجعه ایست که به او نسبت داده شده. بمب‌گذاری های 18 سال پیش بالی که بیش از 200 نفر را کشت. تا امروز این مرگبارترین عملیات گروه‌های افراطی در اندونزی بوده، روزی سیاه در تاریخ این کشور. ابوبکر بشیر 82 ساله رهبر معنوی جماعت اسلامی بود، یک گروه مرتبط با القاعده که سال بعد در هتلی در جاکارتا هم بمب گذاری کرد. شواهد زیادی از ارتباط ابوبکر بشیر وجود داشت، ولی او هرگز محکوم نشد. دلیل زندانی شدنش نهایتاً به خاطر ارتباط با یک آموزشگاه شبه نظامیان در استان آچه اعلام شد. تصمیم به آزادی ابوبکر بشیر با واکنش‌های متفاوتی در اندونزی و همینطور استرالیا روبرو شد. بیشتر قربانیان بمب‌گذاری بالی استرالیایی بودند. خانواده قربانیان میگویند بیم دارند که ابوبکر بشیر دوباره به نفرت پراکنی رو بیاورد. ابوبکر بشیر تصمیم نظام قضایی اندونزی بوده، اما این مسئله پذیرش آزاد کردن قاتل استرالیایی ها را برای ما آسان تر نمی کند. 6 سال پیش ابوبکر بشیر از داخل زندان وفاداری خود را به داعش اعلام کرد. تحلیلگران امنیتی میگویند او دیگر در جماعت اسلامی نفوذ چندانی ندارد، اما این نگرانی پابرجاست که این روحانی تندرو میتواند روی دیگر گروه‌های افراطی تاثیرگذار باشد. شایمه خلیل، بی بی سی نیوز، سیدنی. رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهیتون با بی بی سی فارسی.